یک شبکه بین المللی پیش بینی کرد که نرخ ناامنی غذایی در یمن تا ماهای اول سال آینده افزایش خواهد یافت. گزارش همکارم هورا عبدالمجید را ببینیم. شبکه سیستم های هشتاق قهدی زود هنگام FEWSNet در تحلیلی در نوامبر 2023 از نیازهای مورد انتظار برای کمک های قضای استراغی در کشورهای تحت پوشش این شبکه نوشت که بحران امنی غذایی در یمن در سال آینده و با افزایش آن بدتر خواهد شد. این شبکه تاکید کرد که حدود یک میلیون نفر در این فهرست هستند افرادی که تا ماه مه 2024 به کمک غذایی نیاز دارند در ادامه این تحلیل آمده که بین 18 تا 19 میلیون نفر در ماه 2024 به کمکهای غذایی فوری نیاز خواهند داشت در حالی که این رقم در نوامبر امسال 17 تا 18 میلیون نفر بود. در سطح جهانی این شبکه گزارش داد که یمن با 19 میلیون نفر در صدر فهرست سی کشور تحت پوشش شبکه مذکور از نظر میانگین تعداد افراد نیازمند به کمک های غذایی بشردوستانه تا می 2024 باقی خواهد ماند در این لیست اتیوپی 17 میلیون، نیجریه 14 میلیون، سودان 11 میلیون و جمهوری دموکراتیک کنگو 10 میلیون نفر تحت پوشش دارند. این شبکه تاکید کرده که یمن و سودان جنوبی بالاترین درصد نیازمندان به کمک غذایی را از کل جمعیت خود به ثبت رساندند. زیرا 55 درصد جمعیت این دو کشور یعنی از هر دو نفر یک نفر از آنها تا ماه می سال آینده به کمک نیاز خواهند داشت و پس از آن سومالی، سودان و افغانستان با 25 درصد سپس اتیوپی، جمهوری دموکراتیک کنگو و هایتی با 15 درصد از کل جمعیت در بدترین شرایط قرار دارند. این تحلیل خاطر نشان می نماید که وخامت شرایط اقتصادی، کاهش فرصت های کسب درآمد، افزایش قیمت مواد غذایی اولیه و نیازهای غیر غذایی علاوه بر کاهش کمک های بشر دوستانه از جمله عوامل منجر به ادامه ناامنی غذایی برای میلیون ها نفر در سر تا سر یمن بوده است. هورا عبدالمجید اخبارشیه